بانودان. بله درود به شما. بله این من قبلا گفته بودم رو به عنوان یه گزینه ای که خب هم طولانی مدت باشه، چون پادشاهی انتخابی، البته انتخابی کامل که الان نداریم، قبلا در طول تاریخ بوده گویا روم باستان این صحبت ها، ولی نیمه انتخابیش رو داریم، در مالزی هست، در امارات هست، اینا پادشاهی نیمه انتخابی سمی الکتیو که از حالا یک خانواده های خاصی انتخاب میشه، ولی خب مادام العمر، خب مادام العمری هم یک نقد هایی بهش وارده که خب طرف تیر و فرتوت میشه، که بعضا تو اروپا دیدیم اینا خودشون ابدیکیت میکنن، شاه اسپانیا ابدیکیت کرد، ملکه هلند ابدیکیت کرد اینا، و خب به نفع پسرشون، بعضی هم نمی کنن دیگه، خیلی دوست دارن، مثلا خانومه والا حضرت ملکه بریتانیایشون ابدیکیت نکرد، دادم آخر شون داره مقامده و بسیارم محبوب بود. من میگم حتی کسایی که جمهوری خواه هستن در بریتانیا ایشون رو دوست داشتم، من اصلا همکار بریتانیایی واقعا غمگین شده بود، من خودم هم غمگین شدم. حالا اون یه بحث دیگه است. بله این حالا این بحث الکتیو مونارکی و برای یک دوره 20 ساله این به عنوان یک گزینه من مطرح کرده بودم، این میتونه حالا دوستانی که با این مخالفن نظرشون رو بگن، یک عیبی که میتونه بر اون متصور باشه اینه که خب این که از قبل معلومه چه کسی ساکسید میکنه، پادشاه میشه طبق یه فرمولی، مثلا اگه اون نشود بعد مثلا اگه اون نخود نشه یا نخواد یا مثلا از شرایطش ساقط بشه، باز نفر بعدیش تا چند رتبهش معلومه از قبل، یک ثباتی میده، یعنی درگیری و اینا پیش نمیاد، یک ثباتی میده. و یک مزیت این داره، یک مزیت دیگه این داره که از بچگی اون آدم تربیت میشه برای این توجه شدیدی که میگیره و اینها، و خب معمولا هر کاری که از بچگی براش تربیت بشی خیلی موفق‌تر هستی، مثل ورزشکارهایی که از بچگی باباشون مثلا اینا رو تایگر وودز، مثل کارولین ووزنیاکی اینا، خب این احتمال اینکه خیلی موفق باشه در اجرای وظایفش خیلی بیشتره. اگر هم نخواد خب میتونه استعفا بده، مثل خانم پرنس که هری که اصلا استعفا داد، از ساکسیژن رفت خارج شد، میتونه استعفا بده میتونه. یعنی این هم یک مزیتیه که بر سیستم موروثی مترتب هست، ضمن اینکه بعد سانو ببخشید دست در حرف دادم. ببین دوست داری بگی حرف تموم بشه بعد بپرسم؟ نه بگو. خب ببین این که میگی کسی که از بچگی آموزش بهش داده بشه، ببین حتی همون ورزشکاران هم شما مثال زدی، اکثریت خلاف چیزی که میگی و ثابت میکنه. یعنی شما اکثر ورزشکارهای موفق تو فوتبال، بسکتبال، جای مختلفو میبینی که اینا اتفاقا از کودکی اصلا واسه این قضیه آموزش داده نشدن، و برعکسش اکثر فوتبالیست موفق رو میبینیم که خیلی علاقه داشتن که بچه هاشون فوتبالیست موفقی بشن و از کودکی توی آکادمی های فوتبال گذاشتنشون، ولی خیلی تعداد انگشت شمارشون مثل پائولو مالدینی و اینا تونستن موفق بشن. یعنی من با این ادعات که میگی کسی که از کودکی واسه این قضیه، یعنی من فکر میکنم اتفاقا یک نفر اگر یه جای آکادمیک در شرایط مردم عادی زندگی کنه و آکادمیک بره یاد بگیره بیاموزه، بهتر میتونه پادشاه بشه تا کسی که صرفاً ها میتونه یک کسی که موروثی باشه هم بشه ها، ولی صرفاً این که از بچگی آموزش داده شده فکر نمی کنم استدلال کافی باشه. نظرت چیه؟ خب از نکته خوبی گفتی، من آمار نگرفتم، چند تا مورد تو ذهنم بود که راست میگی، شاید الان مثلا البته الان کسپر اشمایکل اونم دروازه‌بان خیلی خوبیه، ولی شاید به خوبی پیتر اشمایکل نباشه، یا ولی مثلا آبزاده این بحث آمار بعد بگیم. بله این که چقدرش خوبه چقدرش خوب نیستن نمیدونم، اگه اون مثال رو بخوایم مطرح کنیم این بحث واسه الو صدا من میاد. نه بچه این چیزه، این که مثلا بچه ها مثل پدر مادرش نیستن خیلی چیز واضحیه، اکثر آدم ها با پدر مادرشون بسیار فرق میکنن، انگیزه هاشون فرق داره، استعداداشون فرق میکنه، تجربه، یعنی این که این دلیل خوبی نیست. ما تاریخ خود تو همین ایران هم فکر کنم بعضی از پادشاهی خواها گفتن به ما که تو تاریخ ایران هم سابقه داره که یک مثلا مجلس، یه شورای، یه کسی شاه انتخاب کرده دیگه. خب پس از لحاظ شما که اینقدر تاریخ براتون مهمه، تاریخ ایران براتون مهمه، خب تجربه‌ش هم داریم دیگه، پس لازم نیست من ارسی باشه، یه
انجمنی یه شورای یه چیزی بذاریم برای شاهتون، اون شوراتون هم میتونه مثلا انتخاب مردم بشه. یه مقدار شاه هم اگه میخوایم بذارین اون وقتی مقدار اینجوری برای ما جمهوری خواها قابل قبول تر میشه که اگه ارسی نباشه هم شما شاهگیرتون میاد هم ما نمیتونیم گیر بدیم که چرا این ارسیه، همه راضی میشن. مشکلش چیه؟ من ایراد بزرگی ندارم، فقط این رو ارسی بودن و این مزیت رو درش دیدم که از بچگی برای این تربیت میشه، اصلا به ژن خاص و اینا اصلا اینا معنی نداره در این دور زمان. ایراد بزرگی بهش نمیتونم واقعا بگیرم. دو تا همون دو مورد، یکی ثبات که تکلیف معلومه و دیگری هم که از بچگی بزرگ شده، این دوتا رو مزیت میدم. بعد یه مورد دوستان گفتن کارنامه. خب ما کارنامه الان ببین انتقال صلح‌آمیز قدرت هم گفتن دوستان، الان ما انتقال قدرت رو در آمریکا داشتیم، خب 5 نفر کشته شدن دیگه، در برزیل داشتیم، الان در آشوب و چیزه، این همین رو در بریتانیا داشتیم، 3 تا نخست وزیر عوض شد، خون از دماغ کسی نیومد، در سوئد اصلا حزب عوض شد، باز هیچ اتفاقی نیفتاد. یک مقدار البته خب آلمان هم اتفاقی نیفتاد. به نظر میرسه که ثبات در سیستم های پارلمانی چه جمهوری چه مشروطه و انتقال صلح‌آمیز قدرت خیلی بهتر هست از اون سیستم ریاستی. بله بله اینو فکر کنم موافق باشه. این که ما جمهوری های فکر کنم منظور دیم بود جمهوری های لیبرال و سکولار و پادشاه های مشروطه سکولار و لیبرال از همه ما دوتا از همه بقیه بهتریم، اینو من فکر کنم هم باید قبول کنیم. خب حالا اینکه کدومی که از ما دوتا بهتریم، حالا اینو میشه یه مقدار اختلاف نظر کوچیک داشت، ولی این دوتا از بقیه قابلیت لیبرال سکولار بودن این دوتا از همه بیشتر داره، اینکه اصلا فقط اینا داره. نه من یه تقسیم بندی دیگه هم کردم، جمهوری ریاستی که در اون پرزیدنت هم رئیس کشور هم رئیس دولت و یه جمهوری پارلمانی که دو فرد جدا هستن. من این دومی رو بهتر میدونم، به خصوص با تنوعی که ایران داره، سیستم چند حزبی، احزاب بیا با هم ائتلاف کنن. آمریکا رو چرا آمریکا که جفتش رئیس دولت و رئیس کشور، جفتش رئیس جمهور، مشکلش از چه لحاظ اینو بهتر نمیدونی؟ منم قبول دارم، منم پارلمانتی رو بیشتر قبول دارم از رئیس جمهور. منم خبرم نظر تو چیه؟ بله چون که یک آدم خیلی بوت میشه، اصلا همه جا بیش از حد مورد احترام میشه و دیگه مهارش سخت میشه. یعنی الان وقتی که مثلا میخواد بله مارتین بگو نخست وزیر اونقدر بوت اونقدر گنده نمیشه. چی مارتین بگو بذار مارتین اگر یه لحظه بذار مارتین بگو مارتین. نه سوال داشته بودم، گفتم منظورت اینه که اگر رئیس جمهور و نخست وزیر یکی باشن تجمیع قدرت بیش از حد انجام میشه، منظورت اینه؟ آره. بعد مثلا کنار نمیره، به خصوص تو منطقه ما نشون میده که همشون میان، مثل آقای پوتین، آقای نه یه لحظه این حرف درست نیست، این حرف درست نیست، چون تو کشورهایی که هم نخست وزیر دارن هم رئیس جمهور، نمیدونم رئیس جمهور اصلا کاری نیست. آها یعنی به خاطر آها حرف مارتین درست نیست، به خاطر این چی میگن سپریشن اف پاور فارسی میشه چی قوا تفکیک قوا، تفکیک این به دلیل تفکیک قوا نیست که قدرت مثلا نخست وزیر ممکنه بیاد پایین تر. خب به خاطر که رئیس جمهور واقعا یعنی اکثر این کشورها واقعا هیچ کار است. دلیل این که قدرت نخست وزیر میاد پایین تر اینه که یه مقدار نمیدونم چجوری بگم توی مثلا مردمی آره، یعنی توی حزب یه مقدار مثلا کارنامش بد باشه بقیه میتونن، حتی حزب خودش میتونه بکشتش پایین، چه میگن رأی عدم اعتماد میدن، این فارسیش دارن درست میگن فرست والن، یعنی شما بل رأی عدم اعتماد میتونن بهش بدن، یعنی یک کسی که یه رئیس جمهوری که هم رئیس دولت هم رئیس کشور تو اون سیستم عوض کرد. مثلا ترامپ رو ببین چقدر همه میخواستن بکشن پایین ولی نتونستن تا اینکه انتخابات بعدی نتونستن. خب ولی توی انگلستان اگه نگاه بکنین الان 4-5 بار فکر کنم نخست وزیر عوض کرده، البته شاید اینم خیلی خوب نباشه ها چقدر حالا نمیدونم، ولی خب قاب مسئولیت پذیر بودن یک نخست وزیر مثلا بیشتره به خاطر راحت تر بودن عوض کردنش، نه به خاطر تفکیک قوا. یه مزیت دیگه ای کم که مثلا نخست وزیر بریتانیا هر چهارشنبه میره خدمت الان حالا حضرت شاه و اونجا
یک صحبتی میده، گزارشی میده، یک صحبتی میکنه که حالا ما نمیدونیم این صحبت چی میگه و اون ملکه هم حالا شاه هم احتمالا نظراتش رو بهش میگه، حداقل اینکه یه نظری رو میشنوه که میتونه چالنجش کنه، بگه من با این کارت مخالفم، با این کارت موافقم، و اون یه آدمی چالنجش میکنه که سالها تجربه داره تو این پوزیشن، میتونه مثل یک مشاوری باشه که مشاوری که چالنج میکنه، نه مشاوره یسمن. مثلا پوتین هم مشاور داره ولی همشون یسمنن، چی میشه گفت بله قربانگو با دمجیمین، یعنی چابلوسن، پاچه خارن، ولی مشاوری که مثل پاش شاه یا ملکه برای خسروی نقش مشاور داره، مشاوری که پاچه خار نیست. من نمیدونم شما ملکه واقعا پادشاه میاد مشاوره میکنه توی من مثلا شما فکر میکنید تو انگلستان ملکه یه بار ملاقات میکنن با هم اصلا کارو بکنه نکته اینه که اون فرد که به اون جایگاه رسیده ممکنه آکیو بشه 70 به صرف این که از اسپرم مثلا یک پادشاه بوده اون جایگاه بهش رسیده، این مشاوره به دردی نمیخورن، اون فرد به دلیل لیاقت که در جایگاه مشاور یا حاکم یا پادشاه یا ملکه که قرار نگرفته، به خاطر ژنش اونجا قرار گرفته. بله اگر شما میگفتی که این جایگاه میرسه به فردی دانا، عالم، کاربلد، میگفتم که این مشاوره به درد بخوره. ولی این که حالا هر کسی که اصلا معلوم نیست میخواد این جایگاه ها، نمیخواد این جایگاه ها، سواد دارد، ندارد، لیاقت دارد، ندارد، نشسته اونجا مشاوره میده، این مشاوره میتونه خیلی هم مخرب باشه تا این چه چیز باشه. درسته. ژن رو من قبول ندارم. ژن هیچ تأثیری نداره. اینو موافقم. ولی تربیت از کودکی و به خصوص اینکه درس‌های مربوطه رو میخونه. مثلا میتونه هیچ تمام زبان‌های ایرانی رو یاد بگیره، بتونه به اون زبان‌ها سخن بگه. الان شاه چارلز میتونه ایشون به زبان ویلزی و اینا سخنرانی کنه. خب زبان مختلف ایرانی رو یاد بگیره. آقا اینا مثاله. ببین. اینا مثال الو صدای من میاد. ببین من صحبت میکنم اصلا صحبت نکن. ببین اینهایی که شما دارین مثال میزنید خب ربطی با سیستمی که باعث این برتری ها یا باعث مشکلات شده نداره. خب ما اگه بخوایم از مثال نگاه بکنیم، خب آقا جان ما نگاه کنم این پهلوی ها خیلی خوب بودن نسبت به چیزایی که قبل و بعدش بود. خب ما ساختار رو میایم بررسی میکنیم، خب برای که یه ساختار بعد ممکنه شانسی آدم خیلی خوب بیفته تو این ساختار بعد و خوب در بیاد، ربطی با ساختار نداره، ربطی با اون شانس ما در اومد که یه آدم خوب افتاد توش. خب و بعد یه ساختار خوبم، یه ساختار مثلا ساختار خیلی عالی، یه آدمای گندی بیافتن توش که جواب بد بده، اون موقع مشکل ساختار نبود، دوباره مشکل آدماش بود. خب یعنی ما باید اگه بخوایم ساختار رو در نظر بگیریم کدومش بهتره، باید فاکتور این متغیر آدم خوب و بدش رو ثابت نگه داریم و فقط ساختار رو مقایسه بکنیم مستقل از آدم های خوب و بدی که تو این ساختار قرار میگیرن. خب ببین اگه فرض کنه مثلا یه شاهزاده مغول در بیاد، چه میدونم سندروم نام اینا، خب قد باید مکانیزمی باشه که اونو حذف کنن به نفر بعدیه که توی اون ردیف ساکسیژن هست بدن. و آدم خوب چجوری آدم خوب میتونه ساخته بشه؟ آدم که همه چی متولد نمیشه، ساخت میتونی بسازیش از بچگی با آموزش های لازم. بله اینا اینا رو هممون میدونیم نکته چیه. خب همین میگم این یه مزیتیه که من نوعی که من که نمیدونم میخوام آینده چی کار بشم، ولی اگه من شاهزاده باشم از اول معلومه که تکلیف من اینه، پس از اول میرم فقط چیزای مربوط به اونو بخونم دیگه، نمیرم مثلا اینجوری بوده. نمیدونم آخه من نمیدونم شما کی اینجوری بوده، برعکس بوده. تو تاریخ نگاه بکنین کسایی که شاهزاده بودن میگفتن بابا من که همه چی تکلیفم مشخصه، هر کاری بکنم نکنم یعنی برعکسش هم هست. خب بله ببین مثلا میتونیم مثال بزنیم. خب یه شاهزاده هایی داریم به دنیا میان میگم من باید وظیفه‌مو به عنوان یک شاهزاده به عنوان مردم از همین الان انجام بدم، من باید یه شاهزاده شاه خیلی خوبی باشم، بره مثلا فلسفه بخونه، بره مثلا شمشیر بازی یاد میگیره، مثلا میره مثلا تو جنگ چه میدونم همه این کارا رو یاد میگیره، میره چه میدونم تو تاریخ نگاه بکنی خودش رو شاهزادهایی داریم که از همون بچگی میخواستن آماده بشن برای اینکه شاه خوبی باشن. خب شاهزاده هم داشته میگه بابا اصلا به اهمیتی نداره، من قرار شاه بشم دیگه، هیچ کسی هم رقیبم نیست، اصلا چه اهمیتی داره من خوب باشم بد باشم، زندگی رفاه همو دارم یا مرفه همو دارم، هر کاری هم بکنم کسی نمیتونه هضمم بکنه، و این باعث شده که اصلا
هیچ چیزی به تخمشون هم نباشه. خب برای نمیتونی بیا بگی این باعث این میشه، بستگی به آدمش داره که این شاهزاده بودنش روش تاثیر داره. شما توی کاخ مثلا مجلل داری زندگی میکنی، اصلا بچگی ممکنه کلی پررو بشی، شاید بدی بشی، ممکنه نه برعکس بشه، ممکنه احساس بکنی که چون خدا گذاشتت تو این موقعیت و این فرصت رو نباید دست بدی، که تو این جا خدا رو نباید پدرتو مثلا نمیخوای شرمنده بکنی یا فلان، که مثلا اون بهت میخواد افتخار شاه مثلا میخواد بهت افتخار بکنه. یعنی بستگی به شر... نمیتونی بیای بگی فرمول ریاضی که نیست، بگی شاهزاده رو تو این موقعیت بذاری جوابش این میشه. این چقدر متغیرش زیاده، ممکنه کل چیز مختلف بشه. درسته تضمینی نیست، ولی احتمالش بیشتر نیست که گزینه خوبی بشه، تا زنی بعدم بشه که خیلی قدرتی نداره. نه کجاش آگه ببین بهترین راه جا بر دور میشیم از بعد خیلی اوکی یعنی شما این اتاقو گذاشتیم، الان قرار ما اینجا متوجه بشیم کدوم سیستم بهتره، یا اینکه آیا این دوتا میتونه با هم بالاخره یه کاری بکنه. درست سانا من راجع به تاپیک میذارم میگم که یه دفعه زمان آخه نه متاسفانه نه نمیتونی بیزی. خیلی صحبت کردی، وقت تو گذاشتی برای بحثی که جدا از دور، بعد بریم سراغ بعدی. یه کلمه میگم، بله 100% موافقم.